این رو مسائل تکنیکی رو در طول صحبت من باز میکنم. سوالی هست؟ بفرمایید. یه برداشت می‌خواستم شما تأثیرش کنید. این برداشت رو نگرش تو من. از قسمت سوم دقیقا تقابل شرق و غرب در اصطلاح نوع موسیقی که ارائه می‌کردن. که من رو به این شکل می‌دونم، به شکل اینکه اصولا اون تقابل توی چون صحبت سالک رو فرمودین، سالک در فرهنگ عرفان ایران بنابر گفته سهروردی بسیار از بزرگان عرفان شرق وجود و غرب وجود هست، که غرب وجود وقتی که روشنایی حقیقت دور میشه و شرق وجود طلوع میکنه، و این دقیقا این تقابل به مکان شرق و غرب جغرافیایی نیست، در اندیشه روشن تاریکی میتونه شرق و غرب باشه. این خیلی زیباتون از قسمت سوم این تقابل شرق و غرب، شرق و غرب، آرامش این و نوعی آرامش حالا از کردن شرق جغرافیای کره زمین، ولی آرامش، خشم، تنش و یا عصبانیت، جنگ و این ملایمت، این تقابل همینجوری تا قسمت تقریبا چهارم میاد و بعد از اونجا تأثیر موسیقی شرق یا فرهنگ شرق یا نگرش شرقی به طور کلی دیگه یواش یواش هستش تو ارکستر بزرگ میبینیم که اونا هم هاش هم نوا میشن، مخصوصا اون بخش شادی که همراه میشن دیگه، حالا ارکسترهای غربی هم داره باهاش این تأثیر پذیری رو داشته از این موسیقی یا فرهنگ یا نگرش شرقی و خیلی با طمأنینه به این در آخر کاملا به اون طمأنینه شرقی که در حقیقت اون بخشی که شما فرمودین به مرحله وادی فنا میرسه تأثیرش رو در این میبینه. من برداشتم از کارتون این بود، ولی دوست داشتم نظرتون رو بپرسم. حالا برداشت خیلی خوبی کرده این از این، یعنی چقدر شما... دور بود چقدر نزدیک بود به کارش، نزدیک بود برای اینکه علاوه بسیار این این قطعه دارای چندین جهت هست. یکیش مسئله همون تفکر فلسفی هست که مثلا حرکت سالک، حرکت رهرو هست و محیطش، وادیش، و چیز دیگرش رابطه بین یک ساز ایرانی هست که هیچ وقت از به اصطلاح ارکستر غربی چیز نمی‌کنه، یعنی در واقع این موسیقی اورینتالیست نیست، یعنی در واقع ارکستر هست که از نی ارکست همیشه دنبال نی هست، نی هیچ وقت دنبال ارکست نیست. با قول سعدی ما خود نمی رویم دوان از قفای خس، او می رود که ما به قفای وی اندریم. این مثل ارکست به قفای نی اندر هست، فرقش با مثل موسیقی اورینتالیست این هست. و یعنی خودت مجموعه این تفکر حالا شما هر جور می خواهید برداشت بکنیم در این هست. در آخر قطعه میبینیم که تمام ارکستر روی یک نوت میاد که چیز مولانا رو چیز میکنه، که تمام ما جویبارهای قطره های همه یک اقیانوس که همه میان روی ب، روی سیبم ب، و بعد تمام اون حل میشه روی اون. البته یعنی برداشت شما درست در این زمان. سوال دیگه هست بفرمایید. تو ارکستراسیونتون سه جور ارکستراسیون من دیدم، یکی که تو موبان اول همجور که گفتیم به ارکستر جداست، نی جداست و این رو دنبال هم دیدن، تو موبان دوم اونجا که پرکاشن ها هستن و نی بودید بازی جون یک کامپرسیون بیزر متره تریف به لحاظ کلاسیک و این آقا، بعد تو موبان آخر که حالت سوال جواب بیشتر داره، میخوام اینم اول رو کدومش درداری کردیم و بعد از اون در واقع چیز گرفتیم، چون من سه جور مختلف میشنوم، این داستان دنبال داستان این اتفاق افتاده یا اینکه اصلا عمدن خواستین سه جور ارکستراسیون داشته باشید. ببینید این قطع جوری که قطع چیز شده شما پاکن داریم فرمی که قطع رو من به اصطلاح چیز کردم از اول طراحی شده و
این اول پرلود بذاریم کنار. موبان اول در بیات کرده موبان سوم تو دشتیه که محیط تونال بیات کرد و دشتی تقریبا یک شاهداشون یکیه. یعنی این به اصطلاح این یه آرچ، یه به اصطلاح یه تاق نما هست که موبمان اول رو به موبمان سوم بسپ. موبمان دوم در واقع این وسط این تاق نما هست، یعنی یه حالت چیز داره که در اینجا اون دیالوگی که شما عرض میکنیم بین ارکستر و نی اتفاق میفته. یعنی مرتب در بسابایات در موبمان اول و موبمان سوم ارکستر فقط همراهی میکنه، در پشت قرار داره، مرتب نی جلوست. ولی موبمان دوم هست که نی ارکستر مرتب با هم بسیار بحث میکنن، مرتب با هم دیالوگ دارن، یه دیالوگ چیز دارن. بعد اون وقت به این طرف پرلود رو بحث میکنیم که بسیار خشنه، و اینترلود که اینم اینترلود هم بسیار خشنه. و پرلود و اینترلود یه بسیار خودش یه تاقنمای درونی رو به وجود میارن که بسیار مرحله ظلمت و تاریکی که شما استاد چیز کردین، چاه ظلمت اسمش هست، که اینا در واقع دو تا تاقنما در چیز هستن که این کاملا آتونال و خشن هست و اینا همه مدال هست. مدال فرقش اینه که تمام اینا حتی اون قسمت آتونال هم از سیستم موسیقی ایران گرفته شده. یعنی یک دونه نوت این قطعه از موسیقی غرب تحصیل نگرفت، تمام نوتش. حالا اگر خواستیم تکنیکیش کنیم، من یه مدار هندات آوردم به تو نشون میدم. بله نشون میدیم که چجوری این جریان اتفاق. ببینیم سوال دیگه هست. سوال دیگه؟ شای هر سوالی ارزش داره، سوال کنیم. بفرم. یه کاری کردن شبه آقای علیزاده با این حالت تکسچر مثلا چی میگم؟ فری ریتمیک اسلام. بله فورسیشن رو میگم که ولی این که مترونومیست یا میزان بندی نمیشه کرد به راحتی. ریتمی که مثلا یه موتیوی هست، بعد با یه تمپوی با یه سرعت مثلا یکم بیشتر یا کمتر، بعد یه چند ثانیه بعد تکرار میشه و اون بعد آره. این رو چجوری نوتیت میکنه؟ اینجا هست اتفاق. اینجا ما هست. ببینید قطعه تمام از اول تا آخرش نوتیت، دقیقا نوتیت شد. منطقه کاری که من کردم اینی که یه سری علامت گذاشتم توی پارتیتور که بسیار کوردینیشن پوینت. یه علامتی به این صورت. کوردینیشن پوینت اینه اگر نوازنده یه مقدار جلو بود، همه اینا قبلا چیز شده، یعنی توی مستحیل هست توی قطعه. دو تا اتفاق ممکنه بیفته. یا نوازنده از ارکستر جلوه، در این صورت نوازنده یه مقدار بداهه سرایی میکنه تا ارکستر بهش برسه، بعد با هم میرن تو قسمت بعد. یا اینکه ارکستر جلوتر از نوازنده، نوازنده عقبه، ارکستر رهبر ارکستر روی یه دونه آکورد یا یه دونه چیز وامیسته و مواظبه که نوازنده برسه. وقتی نوازنده رسید بعد با هم میرن به قسمت دوم. یعنی این به خاطر اینکه به خاطر حالت بداهه سراییه، با اینکه تمام قطعه یکی نوت به نوت نوشته شده، اصل این نبوده که نوازنده نوت به نوت بزنه، واسه همین این رو نوازنده رو اصلا نروس میکنه. نوازنده باید راحت باشه که بتونه بداهه سرایی کنه، بتونه حتی عوض کنه وضع قسمتش. یه مثال دیگه من یادم رفت به شما بگم.
یه قسمت اون قسمتی که حالت چیز داشت که نه یه مقدار به اصطلاح اونجا کادنس زد. این کادنس مال آقای خسرو سلطانیه. خیلی قشنگه. و ایشون اول اون من توی این نوشتم آزاده به پارتیتور. شما هر جوری که میخواییم به داره سرایی. ایشون اون قسمت رو اول وقت گرفته که چند ثانیه است. بعد اون کادنس رو نوشته که دقیقا با ارکستر با هم تموم میکنه. که خیلی خیلی کار جالبی کرد. و همونطور که گفتم این مثلا قسمت نه کاملا چیز شده. ولی آقای سلطانی همه رو اونجوری که توی چیز نوشته شده نمیزنه. ولی همیشه با رهبر ارکستر. تو اون رهبر ارکستر لس آنجلس، ارکستر مجلسی لس آنجلس میگه من تعجب میکنم. چطور این من میبینم که اون چیزایی که میزنه نیست توی این ولی همیشه با منه. هر همین که ما میرسیم به اون این همیشه هست. بوم میریم تو قسمت دوم. دقیقاً همین یعنی نوازنده که خیلی قدرتمنده و میتونه مثلا چیز کنه ایمپروویزیشن کنه. اون حالت قطعه رو در میاره ولی همیشه با رهبر هست. کار سختیه، کار مشکلیه برای اینکه شما باید تمرین خیلی خوبی با ارکستر داشته باشید، بتونید با ارکستر بزنید، بتونید و بعد بتونید به اداره سرایی کنید، یعنی همه رو همون جوری که تون چیز شده به صلاح همون جوری که نوشته شده نزنید، بلکه حالتش رو در بیارید. بفهم یه سوال، الان صحبت بداهه به اصطلاح پیش آمد، نوازنده سولویست طبیعتاً بهش آزادی دادید که بداهه جاهایی رو انجام بده توی ارکستر، ولی همه نوت به نوته، توی ارکستر هیچ بداهه‌ای در کار نیست. ارکستر هیچ بداهه سرایی نمی‌کنه. و ببینید جوری که یعنی مشکلی که ما داریم اینه که مثلا نوت‌های به اصطلاح رب پرده، اصلا تو موسیقی ایران رب پرده نیست، حالا این یه مسئله دیگه است. حالا فرض کنیم رب پرده. خب رب پرده ها رو ارکستر چجوری می‌خواد بزنه؟ 16 تا ویولون می‌خواد مثلا لاکورون بزنه؟ کاتاستروفه میشه. حاجم کنید. کاری که من کردم اینه که سه تا ارکستر رو درون هم به وجود آورده. اینا در هم ادغام هست. یعنی چی ببخشید متوجه؟ ببینید به صلاح سولیست صندلی های اول زهی ها همه سولیست هم. بعد شما با اونا رو پرده رو کار میکنید؟ اونا همه رو پرده میزنن. یعنی ویولون اول دوم سولو، صندلی اول، صندلی دوم، ویولون دوم، سولو، ویولا، سولو، چلو، سولو، یعنی یه سکستت هست که اینا رو پرده میزنن. با هم هم نمیزنن هیچ وقت. سوا میزنن. ارکستر فقط یک لحظه هست آخر قطعه که یه ذره لاکورون میزنه، اینا ما بهشون یاد دادیم و سریعا گرفتن. ولی ارکستر هیچ وقت رو پرده ها رو نمیزن. فقط یه قسمت دیگه هست که سیکورون که مثلا دا 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 اینو انگلیش هورن و بیس کلارنت و مثلا فلوت اینا همه باید سیکورون بزنن و اینا خیلی تمرین کردن سیکورون ها رو همه در آوردن. اینا تو اکتاف هست ولی فقط اون قسمت هست که بادیا بسیار رو پرده بزنه. ارکستر اروپایی نمیتونه رو پرده بزنه، باید یاد بگیره، یعنی باید بهشون یاد بدین و باید این مسئله رو چیز بکنید. بعد یه ارکستر دیگه هست اون وسط که چیز از پرکاشن درست شده که هارپ و دو تا پرکوسیونه که یکی ویبروفون میزنه، یکی چیز میزنه، زنگ چایم میزنه و پیانو، که اینا خیلی آروم یه بسیار ابر مدال این پشت در هم قسمت اول و هم قسمت سوم اینجا به وجود میارن که اینا این ستا در هم ادغام شده که اینا همه بسیار چیز میکنن، همراهی میکنن نیرو. نی همیشه بسیار بجز موهمان دوم که دیالوگ میکنه با ارکستر
عنوان اول و عنوان سوم همیشه رهبری میکنه، یعنی همیشه میکشه تمام ارکستر رو دنبال خودش. جواب دادم سوالتون رو؟ بله. نه ببخشید جواب شما رو. بله. سوال دیگه ای هست؟ من میخواستم اون سوالم بعد بپرسم، حالا که بحثش مطرح شد. اول ارکستر رو نوشتین یا نه؟ با هم نوشتم. یعنی نه، منظورم اینه که اینجوری بپرسم، امیدوارم که جور برخورنده ای نپرسم. وقتی که ارکستر رو نوشتین، 100% اون چیزی بود که تو ذهنتون به لحاظ تایمینگ و به لحاظ حرکت ها؟ بله. اینکه ببینید، یعنی اونجوری که من فکر کردم این بود که قسمت اول من میخواستم تو بیات کورد بنویسم. اصلا وقتی نی میاد اگه میخواییم میذارم درآمد بیات کورده دا داره 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 دقیقاً درآمد بیات کورده. بعد نه یواش یواش وقتی میره بالا میره تو تترکوردهای شور وارد میشه. بعد یواش یواش از اونجا میاد، چون حالا که یه خورده تکنیکی شد قطع جریان، بذارین ما اون دوم رو ولی ده تا بیشتر ندارم اینجا، باید شیر کنم. اینا شما شیر کنید. 10 تا باشه. من 3 تا. یکی شما خودم میدونم واجبه. یکی شما چه بده خودم. خب حالا کاری ندارم. شما اگه به این توجه بکنین، این در واقع ساختار تمام ساختار مدال نی کنسرتو رو برای شما توضیح میده. همه دارن؟ بردارم. یه دونه هست ببینید. یه دونه هم زیاد هست. شما خودتون میخواید. من بامبا شاهین. نه، من خوشا با هم دیگه. ببینید این ساختار مدال نیکنچرتوه. اگزمپل، چیز اول به صورت تتراکوردهای دانگای بیات کورد نشون. بیات کورد اینجا شاهد میه، یعنی به صلاح هم دشتی و هم بیات کورد که بعدم میاد، اینا همه رو می هست شاهدش، و به صلاح شور لاس که لاسی کروندوره هست، تتراکورد شوره، می فاسولا تتراکورد دومشه. بعد در همینجوری که به صلاح نی میاد بالا میره به تتراکوردهای شور، یعنی لاسی کروندوره، ره می کرون فاسول، یعنی در واقع تتراکورد ببخشید دانگه، یعنی دانگ پایینیه به صورت شور رو دانگ چهار یه چهارم میبره بالا، یعنی میشه لاسی دوره اونو نگه میداره، بعد ره میکرون فاسول این دانگ دوم، یه چهارم به صورت دانگ پایینی شور رو انتقال میده، بعد دوباره اون دانگ ره میکرون فاسول یه چهارم دیگه انتقال داده میشه. این اگزمپل سه نشون میده سول لا کرون سی دو میشه، بعد این سی دو به سی کرون تبدیل میشه که دانگی هست در موسیقی قدیم ایران خیلی استفاده میشده ازش، و فقط توی خیلی کم تو موسیقی ردیف بهش اشاره میشه، اشاره هایی میشه مثلا توی گوشه اشیران، ولی تو موسیقی محلی ایران خیلی هست، بخصوص موسیقی بختیاری، موسیقی قشقایی. این هست سول لا کرون سی بمول سی کرون سول لا 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 لا. اینا فکر میکنن عربیه، این عربی نیست، این ایرانیه، اسمش از زیرفکند. در چیزهای قدیم ایران مرتب از این دانگ ازش چیز میکنن، اصلا یه مقام زیرفکند هست، دانگ زیرفکند هست. اینا هیچ کدومشون، هیچ کدوم از چیزایی که شما در موسیقی همسایه های ما میشنوین مال خودشون نیست، مال ایرانی هست، از ایرانی ها رفته بود. این اصلا انداز تاریخی اصلا چیز هست، ما میتونیم ثابت بکنیم.
راجعه بود. یکیش این دانگ زیرفکنده. حالا ررم که بهش اضافه بکنی یه دانگی هست به اسم سبا که خیلی در موسیقی به خصوص تو قرائت قرآن ازش استفاده میشه. که من خیلی به این علاقه دارم، از همش هم استفاده میکنم. مرتبه من میگن این ایرانی نیست، عربیه. من میام نوکرتون هم این من make exception عربی نیست، این ایرانی. بعد ببینید دانگ زیرفکند. بعد در آخر موبمان اول اگر توجه کرده باشین سول لا کورون سی بمول دو به سول لا کورون سی بکار دو وقت چیز میشه که این دانگ همایونه. در واقع این پول میاد به همایون. در اگه شما به چیز اگزمپل پنج مراجعه بکنید این دانگ تتراکوردای همایون رو، دانگهای همایون رو چیز کرده. دانگ همایون سول لا کورون سی بکار دوه. دانگ بالاییش دو ره می بمول فا سول. یه دانگ پایینی دیگه داره که میاد پایین سول فا می کورون ره. در واقع اون سول لا کورون سی بکار دو دانگ وسط همایونه. بی داد؟ بله. که از مثلا فای دای آدای آرانگ دیرا 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 را یارا دا. بعد این دانگ مثلا توی گوشه های فرنگ اونجا ها که میره که حالت غربی داره دا دیرا دا 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 نا دیرا دا دا دا. من موقعی که ارکست میزنه همیشه دانگ های بالایی رو استفاده میکنم که لاکرون که رو پرده نداره. وقتی نی میزنه همیشه دانگ پایین رو استفاده میکنم که لاکرون داره. اینا مرتب با هم به صلاح اینجوری دیالوگ برمه. یعنی ارکستر هیچ وقت دانگ پایین همایون رو نمیزنه که لاکرون نداره. یعنی کرون نمیزنن ارکستر تو اینجا. بعد کار دیگه که من کردم اینه که این دانگ زیرفکند رو، یه کار دیگه که من کردم اینه که شما این دانگ رو من میگیرم به خصوص دانگ زیرفکند رو و من بهش میگم ایکوالیزیشن ان اتونالیزیشن. یعنی اولا این رو میاریم توی این رو چیزش معتدلش میکنیم. یعنی سول لا سی کورون سی بکار ببخشید سول لا یعنی سول لا کورون سی بمول سی کورون سول لا بمول سی بمول سی کورون به سول لا بمول سی بمول سی بکار تبدیل میشه. لام به لا بمول تبدیل میشه. یعنی این یه رو پرده میاد پایین، این یه رو پرده میره بالا. راجع میکنی؟ این دانگ حالا اگر این دانگا رو این دانگ رو هم بذاریم از همین سی به کار شروع بکنیم اینجا من باید اینجا بنویسم براتون. نه این توی چیز این اگزمپلز هست اینجا. ببین اگزمپل 7 و 6 اگزمپل 6 دانگ زیرفکند رو چیز کرده. بعد اگزمپل 7 این رو ایکوالایز کرده یعنی معتدلش کرده. راجع می‌کنی؟ بعد اگه شما بریم توی اگزمپل 8 می‌بینید که اگه این تتراکوردی که معتدل شده رو هم بذاریم یه گامی به وجود میاد که به اسم گام اکتاتونیک معروف که میشه سول لا بمول سی. سه تا گام اکتاتونیک بیشتر نداره. یکیش روی دوه، یکیش روی دو دیاز، یکیش روی ره که بعد از ره دیاز که بیایم گام دو دوباره تکرار میشه. گام اکتاتونیک در موسیقی خیلی استفاده کردم. شوستاکوویچ مثلا خیلی تمام بیشتر قطعه‌های شوستاکوویچ رو گام اکتاتونیک. حتی از زمان موسورسکی از گام اکتاتونیک استفاده می‌کردم. استراوینسکی تمام بیشتر پرستش بهار رو گام اکتاتونیک. تمام هارمونی پرستش بهار تقریبا گام اکتاتونیک گرفته شده.
و موسیقیدان آمریکایی خیلی زیاد از اکتاتونیک استفاده می‌کنند. مثلا از موسیقیدانایی که از اکتاتونیک استفاده می‌کنند، جان کروگلیانو. یکی از کسایی که از گام اکتاتونیک خیلی زیاد استفاده و بعد شما اگر نگاه کنید ببینید فاصله بین سول تا دو دیز، شما اگر به صورت تتراکوردهای اول و دومه نوتای اول هر تتراکورد با هم بگیرین فاصله چهارم افزوده رو چیز میکنن. سول دو دیز لا ره سی بمول می سی فا. حالا شما این چهارم افزوده رو رو هم قرار بدین، اون آکوردی هست که قطعه باید شروع میشه. بله خیلی صدای وحشتناکه. یعنی در واقع بعد اگزمپل ده به صورت گام دشت، به صورت چیز دشتیه که همون تتراکورد پایینش لا سی کرون دو ره هست، شاهدش میه، منتها فرق بین دشتی و برایت کرون اینه که دشتی بین می و می کرون مرتب در نوسان هست، یعنی حالتش رو چیز کنه. ولی شاهد دوتا، یعنی این تاغنمایی که من به شما گفتم در به صورت مدال، فضای مدال بیات کرد و فضای مدال دشتی تقریبا به هم خیلی شبیه هست. و اینجا اینجا اون تبادل بین ارکست و نی به وجود میاد. این هم چیز تکنیکیش. کنم یه سوال دیگه شما داشتیم. من یه سوال راجع به نوازندگی داشتم. شما چجوری نی و ارکسترا چطور و یه صدای ارکستر با اون همه اون هم ساز و نی بالاخره یه ساز چجوری شما انجام دادن؟ خیلی سوال خوبیه. نی حتما باید امپلیفای بشه. به هیچ وجه نمیتونید شما اگر این سالن یه خورده بیشتر بزرگتر بود، نه اینجا بود، نمیتونه اون پای که میشینه چیزای نمیشه. نه حتما باید امپلیفای بشه. ما وقتی امپلیفای نه رو که امپلیفای میکردیم یه دونه میکروفون اینجا میذاریم دم دهن نوازنده، برای اینکه بیشتر صدا از اینجا میاد. بعد یه دونه میکروفون هم میذاریم پایین. و بعد من خودم وامیستم با بسیار با ریکوردینگ انجینیر، بعضی ما ما باید بالا و پایین بکنیم، صدا رو بلنس بکنیم. خب چیز. وگرنه ارکستر میخوره نی رو اصلا صدای نی شنیده نمیشه. بعد این برنامه لایو اجرا شده یا نه توی نه اینو ما ریکورد کردیم. ولی تو لایو ما لایو باید مانیتور بذاریم که ارکستر هم یا بله. کانداکتور هم نشنوه. ببینید وقتی برای لایو نی امپلیفایر هست که از اسپیکرها از بیرون چیز میشه. یه مانیتور اینجا هست که کنداکتور بشنوه نی چی میزنه. وگرنه کنداکتور نمیتونه اصلا نمیشنوه نی داره چی میزنه. ارکستر تمام نی رو میگیره. یه دونه مانیتور وسط روی صحنه است. دو تا اسپیکر یا سه تا اسپیکر توی بیرون هست. و بعد این از طرف ریکوردینگ انجینیر مرتب باید بالانس ها چیز بشه. که من معمولا خودم وامیستم با ریکوردینگ انجینیر بهش میگم یه ذره اینجا نی رو ببر بالا، یه ذره اینجا مثلا بیار پایین نی رو او وسط قطعه. بله بله همونجوری که قطعه داره لایو اجرا میشه. و ببخشید تو ادامه این سال، پس ارکستر لزوماً توی اجرای زنده ممکنه نوازنده سولیست رو نشنوه ها؟ چرا میشنوه نوازنده سولیست؟ چیز از اتری از مانیتور میشنوه. آه اوکی، پس جوری شد یه دونه مانیتور یه سپیکر و توی وسط صحنه است که ارکستر میشنوه. پس مهم اینه که رهبر میشنوه. بله ولی ارکستر میشنوه. سوال دیگه ای هست؟ شما توی ارکستراسیونتون هم خیلی رعایت کردیم تا حدی که بشه که مثلا بادی ها رو من دقت کردم بیشتر سولو میزنن، خیلی نمیان، یعنی با زهی ها و پرکاشن ها بیشتر شما بله ارکستراتون رو حالا بخاطر اون فضای ذهنی ها که شاید داشتین بردین جلو بله بله نیستش که هی توتی مثلا بزنن چون اصلا خب رسم خب تقریبا هستش دیگه که بله دور حرف شما درسته. تقریبا حالت بسیار اون تکنیکی که نوازند بسیار آهنگسازه اروپایی چیز میکنند معمولا بسیار بادی ها رو و
مسیا رو تو توتی به کار میبرم، یعنی زیاد چیز نمیبرم، یعنی وقتی سولیس میزنه من اونا زهی هستن یا یه سولو این سولو، یعنی من یه همچین کاری رو چیز کردم که مثلا حتی موقعی هم که نی هم حتی اگر نی امپلیفای باشه، اگر مثلا تمام ترومبونا و ترومپتا بزنن با تمام این که امپلیفای میکنن اصلا صدای نی رو تمام میخوره از بین. اینی که من دقت کردم که وقتی نی میزنه یا زهی ها باشن خیلی یواش بزنن، اگر بادی ها میزنن با سولو بزنن، بعد وقتی ارکست میاد دیگه نی نمیزنه. ارکستر رو هم کوچیک در نظر گرفتیم، حالا به جز پرکاشن اگه بذاریم کنار، ارکستر بزرگ در نظر نگرفتیم؟ بله، ارکستر کوچیکه، یعنی به اصطلاح چیزا دو تا فلوت، دو تا کلارنت، دو تا باسون، همیشه ارکستر بتهوون. بله، یعنی ارکستر چیزه، چمبر ارکستر هست. زهیان میتونن کمتر باشن، یعنی من حتی یادم میاد که یک کنسرتی که ما داشتیم، بله تو ساکرامنتو، وقتی من رفتم رو سنیده و 16 تا ویولون اینجا نشستن، 16 تا ویولون دو نشستن، 10 تا ویولون سر نشستن، 8 تا کنترباس. گفتم به رهبر ما اینقدر نمیخواییم، حالا کی پاشه داره خونه؟ گفت نصف را چیز و اینا هم از خدا خواستن همه بودن شدن رفتن. گفت گذاشتیم 10 تا، 9 تا، 6 تا، یعنی همین بیشتر نمیخوام زهیر. تکسچر ارکستراسیونتون هم اصلا این حالت رو داره، یعنی اون سولوها و اینکه خیلی توتی نباشه و یه ذره تو بشه، فکر کنم اصلا منطقی هم هست. توی ضبط ما 8 به اصطلاح زهیر بودن، 8، 7، 6، 5، 4. یعنی 8 تا ویولون اول، 7 تا ویولون دوم، 6 تا ویولا، 5 تا چلو، 4 تا کنترباس. کافیه. یعنی ارکستر کلاسیک هم اگه شما نگاه بکنین همینقده. یعنی مثلا موزارت و بتهوون رو میزنن همین قد زهی هست. 16 تا اینا ارکستر رمانتیکه. اینا مال بروکنر مثلا. بله. چه می‌کنی؟ سوال دیگه ای هست؟ یکیسی بخواستم که مطبعاتی به این قطعه نداره در زمان و خصوصی که شما یه جایگاه ویژه دارین از نظر من، به این دلیل که حالا آثارتون رو بذاریم که بکنه بعد بهش میرسیم، جز به شاید اولین نسلهای به حساب بیاین که از ایران خارج شدین و تحصیلاتون رو ادامه دادین و بعد بر نگشتید، حالا تانچه که من میدونم که یعنی زندگی کردین در امریکا و از این یک برای داستانی که خب خیلی مهمه، میتونیم روی کاسین راجعش بیشتر صحبت کنیم که چی شد که اصلا این تصمیم گرفتیم، ولی از اون بعد کار شما خیلی الهام گرفته هست از فرهنگ ایرانی، یعنی دوتا خصوصیت جالبی که شما بر نگشتیم جز به اول نگسازه یه حالا توی این جان هستی که این رو من راجعش میبینم برجسته هست و دو ولی کاراتون همه خیلی مهم هستش از این حالا آثار گنجینه ایرانی. اینم به این علت میگم که نسل‌های بعد که راه شما رو ادامه خواستن بدن شاید به این شکل نبوده توی آثارشون که انقدر بخوان که پافشاری بکنن توی اون جایی که ازش اومدن. این یه دلیل داره، دلیل شخصی داره. ببینید وقتی من رفتم مثلا بچه بودم و خانواده من گذاشتن تو هنرستان عالی بود، دو تا هنرستان بود توی قبل از اینکه هنرستان عالی و هنرستان ملی. هنرستان عالی موسیقی ایرانی درس نمیدادن، نه تنها موسیقی ایرانی درس نمیدادن، اگر ما موسیقی ایرانی میزدیم از مدرسه بیرون میمیدیم. واقعا؟ جدی بهش ممکن میگفتن، بله میگفتن موسیقی ایرانی بزنید گوشتون خراب میشه، پرده میخواییم بزنید گوشتون خراب میشه. بعد ما بعدا فهمیدیم که این موسیقی غربی هست که فالشه، همش تمامش هم خراب میشه. موسیقی ایرانی روی سیستم اوورتون هاست، طبیعی ترین سیستم موسیقی دنیا هست. و بعد من یادم میاد ما تو ارکست چیز رادیو میزدیم، یه ارکستی بود که یه آقای به اسم گل سرخی درست کرده بود، ما ارکست رادیو میزدیم.
رئیس مثلا مدیر هنرستان گوشش خبردار شد. یه دفعه همه ما رو به صف کرد. گفت ارکستر رادیو میزنیم، مطرب شدیم. همه تونو بیرون میکنن. بعد اینا یه وایلنت هم بودن. از این جلو شروع کردن همه رو چک زدن. این بود داستان ما. یعنی مثل این که ما به طور این بساط تفکری هست که از اروپا آمده به ایران و متاسفانه اون نسل قدیم ما به این جریان مبتلا بودن، مثل یه مرض بود. واقعا من اینا چیز بکنم و اینا فهم گردن هرچی اروپایی باشه خوب، هرچی ایرانی باشه اصلا چیز به درد نمیخواد، چیز مطربیه، همه مطرب، من که موسیقی ایرانی میزنم مطرب. در صورت که اینجوری نیست و این تفکر بود که بعد من وقتی یعنی باعث شد که این سه تا نسل از موسیقیدانان ایران بهترین موسیقیدانان ایران، موسیقی کشور خودشون رو ندونن. مثل اینکه ما به طور اتفاقی تو ایران به دنیا آمدیم، همه باید با خوب اتفاقی بزنن. بعد من رفتم اروپا، موسیقی اروپایی تحصیل کردم، رفتم از اروپا آمدم آمریکا، همش موسیقی بود. بعدا من وقتی من موسیقی ایرانی رو کشف کردم، انگار واقعا اصلا به قول انگلیسی‌ها بلو مای مایند. اصلا من تصور نمی‌کردم این موسیقی اینقدر پیشرفته و اینقدر به اصطلاح کامپلکس باشه. و بعد من میدلایف کرایسیس گرفتم. می‌خواستم همه رو ول کنم برم ایران. منتها بعد فکر کردم خب حالا من فکر کنید بلندشم برم تار بزنم. خب من یک هزارم استاد علیزاده بخوام بزنم سنم میشه 95 سال. تایم تو دای. من چاره ای نداشتم. واسه همین من ساز خودم رو یه ساز اختراع کردم. یعنی یکی از همکارام که شاگرد من بود که کامپیوتر ساینتیسته، ما با هم یه تیم درست کردیم و شروع کردیم نوشتن یه سافتور که بعد این سافتور رو به هاردویر چیز کردیم و سمپل های مختلف رو گرفتیم و این سافتور نرم افزاری هست که میتونه تمام اینتروال های موسیقی ایران رو به راحتی در بیاره. هم میتونه مثلا شما میتونین چیز رو بدین، فرکانسی رو بدین، میتونین فرکانس رو بدین، میتونین چیز رو بدین، اینتروال رو بدین، فاصله رو بدین، میتونین چیز رو بدین، مثلا بذارین 13/12، میتونین بذارین 11/10، میتونین این رو بدین، هر جوری که میخواییم میتونین این در میدن. بعد کاری کردیم که این بتونه مثلا سازای مختلف موسیقی ایران رو بتونه ایمیتیت کنه و همجور فرق رو ما کوک بکنیم، یعنی سنتور و تار رو نبینم اود و اینا رو ما این ساز میتونه کوک. بعد وقت سازهای غربی رو میتونه کوک کنه، مثلا زیلوفون رو میتونه کوک کنه تو شور، مثلا زیلوفون شور میزنه، توبا شور میزنه. یعنی در واقع از یه طرف به نفع من شد، برای اینکه این بسیار به من کمک کرد که نه فقط فواصل موسیقی ایران، یعنی فواصل موسیقی دستگاه ایران، بعد حتی فواصل قدیم موسیقی ایران مثل گام صفی‌الدین یا گام فارابی یا اونا رو بتونیم در بیاریم. برای اینکه شما اگر بخواید اینا رو تار درین، تمام پرده‌بندی های تار رو باید عوض کنید. و بعد یه شانس بزرگی که من آوردم این بود که یکی از من داشتم با آقای شاهین میگفتم، یکی از بزرگترین استادای موسیقی سنتور ایران که در واقع ادامه دهنده مکتب سبا هست در پیسپوک زندگی، آقای دکتر صقفی، داریش صقفی. و اون موقع ایشون یک کلاس سنتور داشت. من رفتم بهش گفتم که آقای صف، آقای دکتر من میتونم بیام درس بخونم با شما؟ بابا آره برو یه سنتور بگیرم. من سنتور نمیخوام بزنم. داستان آره تعریف کرد. گفتم من میتونم اینو بیام با کیبورد بزنم. ببینید چقدر این مرد بزرگواره که قبول کرد. هیچ استاد موسیقی ایران اینو قبول نمیگه. میگه برو تو غربی شدی. کیبورد چیه؟ میخوای بیای برای من چیز بزنی؟ آره مینداخت بیرون از کلاسش. این استاد قبول کرد. و یه چیز دیگه من بهش گفتم، ایشون خب
چیز سوا هستن، ردیف سوا رو درس میده. ولی من میخواستم ردیف میرزا عبدالله رو بزنم. گفتم من میتونم ردیف میرزا عبدالله رو بزنم. بیچاره قبول کرد. بیا ردیف میرزا عبدالله. ما شروع کردیم ردیف. این به من کمک کرد که من مثلا ردیف رو که 15-16 سانتی میکشه شما ردیف رو حفظ کنیم. من در عرض دوره خیلی کمی relatively چیز ردیف میرزا عبدالله رو حفظ کردم. بعدم رفتم ردیف آوازی. کلام ردیف آوازی بی نهایت مشکل. اما دارم تقریبا تمام میکنم ردیف آوازی. هر روز صبح میرم روی چیز میشینم شروع میکنم خوندن. داریم جارو میکنیم قضیه رو شما نشته میکنم. غذا میپزیم برات تو. یعنی که به صلاح این زندگی من عوض کرد. کاملا عوض کرد. من سال 2000 کاملا هم موسیقی غرب بریدم. یعنی دیگه اصلا از سیستم غرب یعنی گام معتدل باخ نمیدونم اون تمام اون چیزایی که ما یاد گرفتیم هر چی من یاد گرفتم تو مدرسه اول ریختم تو رودخونه هارمونی نمیدونم چیز یعنی تمام اون چیزا اساسا با موسیقی ایران نمیخوره موسیقی ایران یه موسیقی بسیار پیچیده‌ایه اولا اینکه این مسئله که موسیقی ایران بهش چی میگم یه چیز تک صدایی اینا باید بندازیم بیرون اینا چیز نظریاتی هست که چیزهای اروپایی راجع به موسیقی ایران داره ما نمیفهمن موسیقی ایران رو باید ما قبول کردیم اینا رو ما نباید قبول بکنیم موسیقی ایران چند صداییه چند صدایی به خصوص خودش رو داره و موتور اون انجینش جواب آوازه تو قسمت آواز که از بسیار دیلیی که به وجود میاد بین خواننده و نوازنده یا دوتا نوازنده این پولیفونی چیز میشه بسیار ظریفه تا بسیار پیچیده و اروپایی ها نمیتونم بفهمن من شروع کردم البته من اولین کسی نبودم که همین چیزی یعنی ادعا نمی کنم ولی من شروع کردم سر این جریان یه سری اولا که از موسیقی اروپا کاملا بریدم شروع کردم یه سری قطعاتی نوشتم توی مجموعی به اسم کالیگرافی یا خوشنویسی که اینا مثلا موسیقی ایران رو یعنی همش روی سیستم موسیقی ایران و من موسیقی ایران رو با این قطعه که همش رو همه ما رو سازای زهیه و اینکه سازای زهی میتونن رو پرده رو خوبی بزنن و بعد شروع کردم نوشتن این قطعه کالیگرافی بعد وقت به یه دوره رسیدم که من دلم میخواست این حرکتی که من شروع کردم این رو به یه مجموعه کلی دیگه چیز کنم یعنی برای ارکستر بنویسم در این میان این شانس آوردیم این به صلاح این قرارداد نی کنسرتو به ما خورد که این رو یعنی در واقع تمامش از اول اولین از نوت اولش تا نوت آخرش از سیستم موسیقی ایرانی یعنی هیچ کدومش به موسیقی چیز یعنی شما سیستم انقدر وسیعه حالا من خیلی وقت یعنی تا صبح باید بشیم صحبت کنیم سیستم موسیقی ایران انقدر وسیع اولا موسیقی ایران دو تا سیستمه یه سیستم نیست یعنی موسیقی دستگاهی دست موسیقی مقامی این دو تا با هم هستن اصلا خصلت بسیار ویژه‌ای داره تمام خاورمیانه خاور نزدیک تو هیچ جای خاور نزدیک یا سیستم مقام هست یعنی موسیقی ترکیه مقام هست موسیقی کشورهای عربی زبان مقام هست حتی توی خاور نزدیک موسیقی تاجیکستان اینا همه مقامه ولی تو ایران شما دستگاه داریم و مقام یعنی یه کامبینیشن از این دوتاست و این اصلا وسعتی رو موسیقی میده که اصلا بی نظیره اصلا شما تفکرش هم نمیتونید یعنی برای آهنگساز معاصر تمام شما تمام موادی که میخواییم برای در موسیقی خودتون در آهنگسازی خودتون چیز کنید در این سیستم هست احتیاجی اصلا به موسیقی اروپا نداره چه احتیاجی نداره یعنی مسئله من این بود و بعد شروع کردم یه سری از قطعه‌هایی نوشتم که برای سولو و ارکستر بود اول همین نی کنسرتو بود بعد یه قطعه دبل کنسرتو نوشتم برای نی کمانچه و ارکستر تو سگاه هست بعد یه قطعه دیگه برای ترومپت نوشتم ترومپت میکروتونال
که ما یه ترومپت اصلا اختراع کردیم که یه شاسی چهارم بهش اضافه کردیم که این شاسی چهارم نوت رو یه رو پرده میاره پایین و یه قطعه نوشتم به اسم آوای کوهن The Ancient Call. اینا همه رو یوتیوب هست، شما میتونید برید رو یوتیوب چیز بکنید. بعد سال پیش به من یه قرارداد دادن از ارکستر سمفونیک پیتسبورگ که من یه قطعه بنویسم. بعد من میخواستم، یعنی گفتم خب چیکار بکنم، یه قطعه میخوام بنویسیم برای ارکستر سمفونیک. یعنی در واقع ما رو گذاشتن کنج دیوار. ما همیشه سولیست ارکستر رو میبرده، یعنی ما این مسئله رو خلاصه I could make it به قول هم که سولیست همیشه ماکروتون ها رو میزده، حالا ارکستر حالا چجوری میکروتون ها رو میزده. بالاخره بعد از چند شب نخوابیدم من فکر گفتم من حتما باید این رو توی سیستم موسیقی ایران بنویسم. مثلا من نمیتونم مثلا این چیز رومانتیک مثلا بنویسیم، میشه اورینتالیست در واقع، مثلا یه قطعه باشه مثلا چیز رومانتیک داشته باشه. خب پرینسی کورساکوف کرده، من چیکار بکنم؟ شهرزاده نوشته دام با با دران دیت دان دران دام با با همش همین. یعنی همه اونایی هم که موسیقیدان اروپایی هم که چیز کردن همه دنبال پرینسی کورساکوف چیز کردن، همه اونایی هم، یعنی این اصلا خصلت اورینتالیسم اینه. و من اساسا نمیخواستم، یعنی هیچ کنون از آثار جدید من هیچ کنون اورینتالیست نیست، یعنی در واقع آنتای اورینتالیست، یعنی به طور چیز به طور کانشس من نمیخوام از موسیقی اروپا چیز بگم. بالاخره من تصمیم گرفتم قطعه رو چیز رو و بعد دستگاه اصفهان چیز کردم، آواز اصفهان رو اصفهان نوشتم. بعد اینکه من قطعه رو تموم کردم درست دو ماه تمام میکروتونا رو من ضبط میکردم، اینا رو یکی یکی همه رو ضبط کردم، چهار تا میکروتون، یه قطعه چهار تا میکروتون، لاکرون، رکرون، لاکرون، میکرون، سیکرون و فاسوری، این پنج، اینا رو من همه یکی یکی برای تمام نوازنده های ارکستر اینا رو ضبط کردیم، با ایمیل براشون فرستادم. بعدم ارغنون رو بردم، دستگاه رو بردم توی اولین چیز، هر نوازنده می اومد میگفتم دیوان هیر دی مایکروتون این میکرون، دیس از میکرون. اولش با درآمد اصفهان شروع دار 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 چلیسه به من گفت من دو ماه اینا تمرین کردم به خدای اون بهترین چیز چلیسه نوازنده اول ارکستر سمفونیک پیتسبورگ بهترین ارکستر دنیا است. به من گفت این قطعه اینقدر سخته، من دو ماه تمرین کردم این ده تا میزان، برای اینکه اینا باید میکرونا رو بزنن، من ولی میکرونا رو واقعا قشنگ میزن. متاسفانه به من اجازه نمیدن ما اینا رو چیز کنیم، ضبط کنیم، ضبط کردیم ولی اجازه نمیدن پخش کنیم، اگر نه مثلا اصفهان رو من برای شما با کمال نمیم. ببخشید من خیلی روده درازی کردم. نه خیلی خوب یه سوال هم بودش شما بپرسید. شما وقتی با نوازنده ها راجع به همین کرونا صحبت میکنید، روپ پرده ها چجوری اون یعنی میگه مثلا گوشی بزنین یا نه واقعا این فواصل رو میگیم، میگه مثلا سنتی بذارین بزنین ببینین به سنتش میرسه یا نمیرسه؟ هر دوش. سوال خیلی خوبی کردن. ببینید نوازنده های اروپایی، نوازنده های مثلا غربی، شما اگه بخواید سیستم مثلا تمام فواصل ایران رو بخواید چیز بکنین، قطعتون هیچ وقت اجرا نخواهد شد. برای اینکه فقط یه دونه لاکرون و میکرون نیستش که، فاصله دو تا ر 24 سنته، یعنی 4 سنت چیزه، فاصله ر تا می یه جور دیگه است، می تا فا یه جور دیگه است، ری تا می به مول یه جور دیگه است، تمام فاصله ها با هم اختلاف داره، یعنی هیچ فاصله به سبب موسیقی ایران گام ایرانی با گام به سبب ایکوال تمپرامنت چیز نیست، یک دونه فاصله اش با هم نمیخوره. خب برای نوازنده موسیقی معاصر مثل من که باید قطعام رو نوازنده های خارجی اجرا بکنم، من باید چیکار بکنم؟ بعد از مدت ها
نخوابیدن و فکر کردن، من یه فکری به نظرم آمد. من یه چیزی کردم به اسم گام مخلوط. گام مخلوط اینه که شما اون فواصلی که توی موسیقی ایرانی بسیار مهم هست و تمام دانگای ایرانی از اون استفاده میکنن، چهار تا یا پنج تا بیشتر نیستن، رکورونو، لاکورونو، میکورونو، سیکورونو، فاسولی. حالا اگر خیلی بخواین به سبا ادونچرس بشین یه دو سوری هم بهش اضافه، یا اگر بخواین خیلی دیگه ادونچر باشن رکورون، سرکورون هم مثلا اضافه کن که تو موسیقی سنتی ایران اینا رو استفاده نمیکنن. ولی همین چهار پنج تا رو شما برمیدارین به صورت سرجری اینسرت میکنین توی ایکوال تمپرمنت.